با برنامه این هفته جهان من خوش آمدید. من رادزی هستم و یک برنامه ویژه در مورد ویروس کرونا و آنچی باید در مورد آن بدانید داریم. در این برنامه، در حالی که تعداد زیادی از کشورها مجبور به وضع قرنطینه شدند، ما با جوانان میبینیم که مجبور شده اند در خانه بمانند. ما امیدوار هستم که این وضعیت به طور کامل و به خوبی بالای خانواده ما و سایر مردم کره جنوبی و در کل بالای تمام جهان بگذرد. در مورد آخرین تلاش ها برای ساختن واکسن و تمام آن چی باید در مورد حفاظت خود بدانیم صحبت خواهیم کرد و توصیه های نیز داریم در مورد این که اگر شما دچار نگرانی و استراب از همگیری ویروس کرونا دارید چی باید کنید. این ممکن است احساس نگرانی، ترس، احساس وحشت را در شما ایجاد کند، اما مهم است که اگر این مورد را احساس می کنید با یک فرد قابل اعتماد صحبت کنید. کشورها در سراسر جهان برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا اقدامات جدی را روی دست گرفتند. تهدیدی که در حال حاضر به عنوان یک حالت اضطرار جهانی در نظر گرفته می شود. بنابراین در این برنامه با افراد آسیب دیده صحبت خواهیم کرد. از آخرین مشوره های صحی با خبر خواهیم شد و در مورد آن چی باید کرد بحث می کنیم. اما در نخست، در تمام جهان سرک ها خالی است و به مردم گفته شده تا در خانه هایشان بمانند تا از انتشار ویروس کرونا جلوگیری شود. در بیشترین کشورها مکاتب رخصت است، دوکانها بسته است، هواپیماها پرواز نمی کنند و سرحدات مسدود است. برخی از مزدحمترین شهرهای جهان به صورت وحشتناک خاموش هستند. چین نخستین کشور بود که باشندگان آن به این ویروس مصاب شدند، اما در حالی که واقعات جدید در این کشور رو به کاهش است، ویروس به سایر کشورها انتشار یافته است و بیشتر از همه به اروپا. ویروس کرونا به ششها حمله می کند. ایراز آن از یک تب و سرفه خشک شروع می شود. اکثر مردم به زودی بهبود می یابند، اما برخی ها با مشکل تنفسی روبرو می شوند. افراد مسن و کسانی که مصاب به سایر بیماری ها هستند با وضعیت وخیم تری روبرو شده می توانند. کشورها کوشش می کنند تا از انتشار این ویروس جلوگیری کرده و از مصاب شدن افراد بیشتر به آن جلوگیری کنند تا تعداد بیشتر مردم به یک بارگی نیاز به بستر شدن در شفاخانه ها پیدا نکنند. اما واقعا یک ویروس چی است؟ ویروس یک عنصر بی‌نهایت کوچک انتانی است. ویروس ها می توانند در بدن یک میزبان زنده انقسام کرده و سبب به وجود آمدن امراض گوناگون شوند. منشأ دقیق ویروس ها تا هنوز نامشخص است، اما آنچه واضح است این که آنها می توانند از یک حیوان به حیوان دیگر انتقال کنند. به طور مثال، دانشمندان بدین باور هستند که این نوع جدید ویروس کرونا از این مارکت غذاهای دریایی چین نشاط کرده است، جایی که حیوانات زنده به فروش می رسد. اما چطور می توانیم بیماران را معالجه کنیم؟ با تفاوت به انتانات باکتریایی، انتانات ویروسی با آنتی بیوتیک ها تداوی شدن نمی توانند. بعضی ها با داروهای ضد ویروسی جواب می دهند، اما اکثر آنها به واکسن نیاز دارند تا از ابتدا سبب مهار آنها شود. اما ساختن واکسن جدید سالها را در بر می گیرد، بعضن حتی دهه ها را. برای این نوع جدید ویروس کرونا دانشمندان در تمام جهان سعی دارند تا واکسن بسازند. ما از سوی حکومت چین مواد و اطلاعات دریافت کردیم و شبهنگام کار را شروع کرده و واکسن آن را ساختیم. دفعتاً کار تولید این واکسن را آغاز کردیم و آرزو داریم که مرحله آزمایش آن را برای انسان‌ها در شروع تابستان عملی کنیم. اما دانشمندان به این باور هستند که دسترسی به یک واکسن ممکن حدود بیش از یک سال را در بر بگیرد، اما در عین حال کاهش سرعت انتشار ویروس کرونا تا هنوز در اولویت قرار دارد. می دانیم که شما سوالات زیادی دارید، پس به خاطر جواب دادن به برخی از آنها گزارشگر صحی بی بی سی کاترین برن را با خود داریم. کاترین، تشکر از اینکه با ما هستید و در مورد اینکه این یک ویروس خفیف نزد بسیاری از مردم می باشد، با ما بگویید که آیا یک شانس عکس العمل حاد نیز وجود دارد و یا خیر؟
من واقعا آرزو میکنم که چنین باشد. درست فرمودید، برای اکثر افراد این ویروس علائم خفیف دارد و از 5 نفر که به آن مصاب میشود 4 تن آنها ممکن است برای یک هفته کم ناراحتی را تجربه کنند و برخی ممکن است حتی متوجه آن هم نشوند، اما میتواند وخیم هم شود. این بیماری در کل میزان مرگ و میر بسیار پایین دارد و ما در حال بررسی حدود 1% افراد هستیم که به آن مبتلا میشوند و بدبختانه جانشان را از دست میدهند. و نکته دوم در مورد جوانان است که آنها دچار مشکل نمیشوند، اما مشکل تنها شما نیستید، بلکه مشکل جامعه است و حفاظت جان افراد محسن و کسانی که مبتلا به این بیماری هستند باید بسیار متوجه باشند. و با توجه به این نکته، ما شاهد بسیاری از شهرها در سراسر جهان هستیم که در واقع در قرنطین به سر میبرند و هیچ انسانی در آنها دیدن نمی شود. به نظر شما این کار به خاطر جلوگیری از ویروس کرونا کمک خواهد کرد؟ هدف از این کار همان طور که شما میدانید کاهش سرعت انتشار این ویروس است، زیرا در حال حاضر ما هیچ درمان برای آن نداریم. بنابراین بهترین کاری که می توانیم انجام دهیم و عبارتی که همه استفاده می کنند کاهش آفت است. به طور مثال در انگلستان در حدود 3 هفته تعداد 50% مردم آن به این ویروس مبتلا شدند. از این رو برای سیستم صحی هیچ راه جز من رفت و آمد باقی نماند تا از این طریق سبب کاهش انتشار ویروس شوند، که در این صورت کارمندان صحی می توانند با آن مجادله کنند. و کاترین، با توجه به این موضوع که شما خودتان هم جای نمی روید و در حال حاضر در خانه هستید، آیا این کار خسته کن نیست؟ چون همسرم در طبقه بالا هم علایم آن را دارد، سرفه و تب پیدا کرده، بنان در قرنطین است. اطفالمان بارش و دادن چاکلیت آرام شدن تا ما بتونم که امرای شما راحت صحبت کنم. و این کار است که مردم باید انجام بدن. این روش است که ما به آن می توانیم جلو انتشار آن را بگیریم. این بدان معناست که برای اکثر ما زندگی طور پیش می آید که ما انتظار آن را نمی داشته باشیم. تشکر از شما کاترین. بعدتر با شما خواهیم بود تا بیشتر در مورد کاری که می توان برای ساختن واکسن انجام داد صحبت کنیم. همانطور که شنیدیم بسیاری از مردم در سراسر جهان در خانه قرنطینه هستند. برخی تصمیم گرفتند که خودشان خود را قرنطینه کنند و برخی دیگر توسط دولتشان وادار به این کار شدند. نومیا با جوانان از کره جنوبی و ایتالیا در این مورد صحبت کرده. آندرا 17 ساله است و در شمال ایتالیا زندگی می کند. او به سفارش اراکین دولتی در خانه بسر می برد. به من در مورد این بگویید که چه احساس دارید؟ همیشه خوش دارم که آرام باشم، اما به ایمان نیست که ما نترسیدیم. بعض از افراد اطرافم مثل پدر کلان و مادر کلانم پیرستند. هر دوی آنها تقریبا بالاتر از 80 سال سن دارند و ما شاید جور شوم، اما متوجه کسان هستم که با ما هستند و به خاطر اونا زیاد تشویش دارم. کدام کارهایی است که قبلا میتونستید اما فعلا نمیتونین انجام بدین؟ از 3 هفته به این طرف مکتب نرفتیم، در خانه درس می خوانم و شاید وقتی که دوباره مکتب برم زمان امتحانات ما باشه. جونگ او 17 سال است و در پایتخت کوریا در سیول زندگی می کند. او تصمیم گرفته است که خود را قرنطینه کند. وقت به بار اول در مورد ویروس کرونا شنیدم، فکر کردم که شاید او هم مانند ایبولا باشد که کره جنوبی مانند سایر کشورها از آن متضرر نخواهد شد. اما وقتی که تعداد بیشتر و بیشتر مردم در کره جنوبی به اثر آن وفات کردند، یک چهره خطرناک به خود گرفت و زندگی روزمره ما را به خطر مواجه ساخت. آیا تا به حال اینطور احساس برایتان پیدا شده که خواسته باشین بیرون بروید از اینطور چیزها؟ ای برنامه و بسیاری از بچه های همسن و سال ما کم دلتنگ کننده است. هرچند افراد وجود دارد که ماندن در خانه را خوش دارد، اما قرنطینه و فاصله های اجتماعی هم دوامدار شد و زیاد دوامدار شد. هرچند میتونیم با یکدیگر از طریق تلفن تماس داشته باشیم، اما بازم جای ملاقات و دیدن یکدیگر نمیگیره و جای رفتن به ساحل نمیگیره و یا به جای رفتن به خاطر تفریح و اتو چیزا را نمیگیره. با کلاب رفتن نمیتونیم. کلاب، ورزشگاه ها، هاوس ها، رستوران ها، کلشان بسته هستند. تنها دکان های مواد ضروری باز است، مانند سوپرمارکت ها و غیره. این اقدامات از سوی دولت عملی شده، نظر شما در مورد آنها چیست؟ فکر می کنم که ضروری است. منظورم این است که می تانیم او را یک وضعیت بحران بگوییم، به خاطر که این ویروس هنوز هم در حال انتشار است و به سرعت انتشار می کنه. ما امیدوارستم که این وضعیت به خوبی بالای خانواده ما و تمام کره جنوبی و در کل بالای تمام جهان به خیر بگذرد.
شستن دست ها بخش مهمی برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا است، زیرا آب و صابون آن را از بین می برد. خب، در این بخش آنچی را که باید کنید برایتان نشان می دهیم. شستن دست ها و حداقل برای 20 ثانیه برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا بسیار مهم است. اگر نمی دانید که چطور این کار را انجام دهید، من برایتان نشان می دهم. تا اخیر بیننده باشید. زیرا در اخیر یک نکته جالب برایتان دارم. اول مقدار کف ایجاد می کنیم. بعد پشت دست هایم، بین انگشتا، نوک انگشتان، انگشت کلان، کف دست ها، هر دو بند دست، باز هم پشت دست ها و با آب هر دو دستم را می شویم. یک دستمال کاغذی گرفته نل بند می کنم. این بود طریقه شستن دست ها به صورت درست و حالا هم نکته جالب. در ادامه برنامه ویژه امروز چگونه می توانیم تلفن های خود را پاک کنیم و همچنان در مورد افراد می گوییم که فعالیت های خیرخواهانه و مهربانه را در جریان همگیری ویروس کرونا انجام می دهند. بازم به قسمت ویژه برنامه جهان من در مورد شیوع ویروس کرونا خوش آمدین. در حال حاضر هیچ واکسینی برای وقایه و محافظت مردم از این مرض وجود ندارد، اما این وضعیت چه زمانی تغییر خواهد کرد؟ گزارشگر بی بی سی ریچارد وستکوت با دانشمندان در انگلستان صحبت کرده است. تلاش ها برای ساختن واکسین برای ویروس کرونا در لابراتوار شروع نشد، بلکه در کامپیوترها شروع شد. در چند هفته نخست از شیوع ویروس، این DNA ویروس به صورت آنلاین در اختیار دانشمندان تمام جهان قرار گرفت تا همه به آن دسترسی پیدا کنند. این کار به ما کمک میکند تا ساختمان فیزیکی ویروس را بهتر بشناسیم و این به خاطر دانستن نوعیت پروتئین سطحی این ویروس بسیار مهم است تا بتوانیم در مقابل آن آنتی‌بودی بسازیم که به این پروتئین ما متصل شود. این همان چیز است که ما برای اتصال آنتی‌بودی ها نیاز داریم تا ویروس نتواند در حجره های بدن ما داخل شود. مواد بدن به لابراتوار می رود. تا حالا ویروس حقیقی در لابراتوار نگهداری نشده. آزمایشات ابتدایی روی ویروس های مسئول تر و کپی های ساخت بشر اجرا می شود. این یک آزمایشگاه به شدت محافظت شده است. تعداد اندکی از افراد اجازه دارند تا به داخل آن بروند و ما هم اجازه وارد شدن به آن را نداریم. آیا در زندگی مسلکیتان با چنین یک چیز روبرو شده بودید که به این سرعت انتشار کرده باشد؟ نه. این واقعا بی‌نظیر است. بسیار بسیار سریع در تمام جهان گسترش یافت و همگی را غافلگیر کرد. آنها قبلا آزمایشات واکسن کرونا را بالای حیوانات شروع کردند. اما به خاطر اطمینان از مؤثریت و کارایی آن بالای انسان‌ها، شاید تا تابستان آینده وقت داشته باشیم. گزارشگر صحیح بی بی سی کاترین را باز هم با خود داریم و این چیز است که در انگلستان اتفاق می‌افتد. اما فکر می‌کنم که دانشمندان بیشتری در سراسر جهان مشغول کار هستند و سعی می‌کنند تا یک واکسن با آن بسازند. بله، کاملا درست است. تلاش های زیاد در سراسر جهان ادامه دارد، اما باید واقعی بین باشیم. این واکسن به زودی ساختن نخواهد شد. خب، مرحله اول آن بر روی حیوانات آزمایش می شود، پس از آن باید روی انسان آزمایش شود و حتی اگر همه این موارد به خوبی هم پیش برود، باز هم به خاطر ساختن یک مقدار زیاد این واکسن به زمان بیشتر ضرورت داریم. بنابراین ما برای ساختن یک واکسن حدود 12 تا 18 ماه وقت داریم و هنگامی که این واکسن ساخته شد، به گروه های خاص به طور مثال کارکنان صحی برای دریافت آن اولویت داده خواهد شد. بعض خبرهای خوش نیز اینجا وجود دارد. بدون تلاش برای ساختن واکسن آن، در حال حاضر هیچ تداوی خاص برای این بیماری وجود ندارد و تداوی آن در صورت عمل ما نهفته است. اما آنچه دانشمندان به آن میبینند، آزمایش بعض ادویه‌جات است که از قبل وجود دارد، مثلا ادویه برای تداوی ملاریا. ما میدانیم که ساختن این ادویه‌جات ارزان هم است. جالب است اینکه در اخیر تونل یک روشنایی وجود دارد، اما از لحاظ دانستن اینکه به چه کسی اعتماد کنید، اطلاعات نادر
درست زیادی وجود دارد. گفتنی شما به کسانی که نگران این موضوع هستند چیست؟ آه، این یک واقعیت است. حتی من خودم هم در این کار دخیل هستم. از اقاربم میشنوم که میگویند اگر در 15 دقیقه آب بنوشید و یا سیر زیاد بخورید به این مرض مبتلا نمیشوید. اما هیچ یک از این گپ‌ها درست نیست و حالا که در چنین یک شرایط خطرناک قرار داریم، این بسیار مهم است که به منابع بسیار معتبر اعتماد کنیم، مانند رسانه‌های معتبر مثلا بی بی سی و یا دولتتان و یا به سازمان‌های معتبر بین المللی، سازمان صحی جهان، و بشنویم که آنها چی میگویند. اینا کسانی هستند که باید به آنها گوش بدیم، نه به دوستان و خانواده های خود. خب کاترین، تشکر از اینکه با ما بودید و امیدوارم خانواده شما سالم و محفوظ بماند. اینها سوالات مهمی هستند که باید به آنها پاسخ داده شود. اما شنیدن متداوم خبرها در مورد ویروس کرونا نیز متاثر کننده است که بدون شک سبب افزایش نگرانی ها و تشویش اکثر افراد می شود. در این بخش با شما مشوره هایی داریم در مورد کاهش استراب. اگر مانند من که در اینجا هستم شما هم فاصله اجتماعی را رعایت می کنید، مهم است که از سلامت روحی و روانی تان نیز مراقبت کنید. من کادرا هستم، رئیس صحت روانی کودکان و نوجوانان در مرکز صحت روانی انگلستان. به دلیل شنیدن خبرها ممکن است احساس نگرانی، ترس و دلخوره در ما پیدا شود و این بسیار مهم است که اگر این احساسات را دارید با یک فرد معتبر صحبت کنید. اگر همسالانتان نیز اینچنین احساس را دارند از آنها نیز حمایت کنید. اما آنچه مهم است این است که باید خودتان را کنترل کنید. پس باید دستانتان را مکرراً بشویید و خود را از دیگران تا حد ممکن دور نگه دارید و در صورت امکان با دوستان و خانواده هایتان از طریق تلفن و سایر راه ها به تماس شوید. اطلاعات زیاده به صورت آنلاین وجود دارد که برخی از آنها می توانند احساس ترس و نگرانی ما را تشدید کنند. اما این بسیار مهم است که سعی کنید اطلاعات موثق و قابل اعتماد را تهیه کنید. همچنان باید در هنگام بازدید از صفحات اجتماعی وقفه را رعایت کنید. اینها واقعا برای سلامتی شما مهم است. همچنین بسیار مهم است که یک ساعت قبل از خواب تمام دستگاه‌های آنلاین و دیجیتال خود را خاموش کنید و بیشتر کتاب بخوانید تا خوابتان ببرد. همه ما در مورد بستگان سالخورده خود به تشویش هستیم و ممکن است برخی از ما نتوانیم با آنها ارتباط بگیریم. بسیار مهم است که ما تمام تلاش خود را بکنیم تا با آنها در ارتباط باشیم و از آنها حمایت کنیم و شما می توانید این کار را به صورت آنلاین با تماس تلفنی انجام دهید. کارهای دیگر نیز وجود دارد که می توانید انجام دهید، مانند نوشتن نامه به مادر کلانها و یا اعضای سالخورده خانه ایتان. معلمان شما بیشترین تلاششان را برای اطمینان از ادامه یادگیریتان در خانه انجام می دهند و آنچه من به شما توصیه می کنم این است که سعی کنید به خاطر درس خواندن در خانه هم یک تقسیم اوقات ترتیب دهید و فعالیت هایی که در خارج از مکتب انجام می دادید را نیز کوشش کنید تا حد ممکن انجام بدهید و کوشش کنید تا ورزش کنید و مهارت های خاصی را که دوست دارید بیاموزید. والدین یا سرپرست شما مشاوره های منظم و اطمینان بخش از خدمات درمانی و کار خود و هر گونه پیامدی را که ممکن است در پیش برد درآمد آنها داشته باشد دریافت می کنند. همچنان به آنها گفته می شود که چگونه خود را و خانواده های خود را حفظ و نگهداری کنند و شما نیز می توانید به صورت آنلاین اطلاعات موثق را دریافت کنید. و در بخش بعدی، بسیاری از افراد در سراسر جهان از ماسک استفاده می کنند. اما آیا این ماسک ها واقعا در محافظت از ویروس کرونا به شما کمک می کند؟ یکی از دلایلی که مردم ماسک استفاده می کنند این است که فکر می کنند که آنها را از این ویروس محافظت می کند. اما ویروس در هوا شناور نیست. بنابراین از اینکه ویروس در هوا نیست، پس مرا از چیز محافظت نمی کند. احتمالاً با دست دادن با کسی که به ویروس آغشته باشد شما ویروس را دریافت کرده و آن را به صورت و دهان و بینیتان انتقال می دهید. اگر در محیط هستید که همه افراد ماسک پوشیده اند و شما نپوشیده اید، ممکن شما بیشتر آسیب پذیر باشید زیرا مانند سایر شما محافظ ندارید. اما منطقا اگر با افراد نزدیک نباشید و در معرض سرفه و عصای دیگران قرار ندارید، در آن صورت استفاده از ماسک ضروری نیست. پس تشویش ماسک را در این صورت نداشته باشید. در ادامه، تنها شستن دست ها از انتشار ویروس کرونا جلوگیری نمی کند، اما پاک کردن سطوح نیز مهم می باشد. این ویروس می تواند تا 3 روز در اشیای مانند پلاستیک، دستگیر دروازه و حتی در موبایل باقی بماند.
اینجا برایتان نشان می دهیم که چطور موبایل همراهتان را ضد عفونی کنید. سلام، من دکتر لینا سریک هستم، یک مایکروبیولوژیست در دانشگاه لندن. می خواهم برای شما طریقی ضد عفونی کردن تلفن را نشان بدهم. تلفنتان را خاموش کرده و پشت آن را بردارید. تمام شرکت های موبایل ساز استفاده از مواد کیمیایی، ژل های دست و لوازم پاک کننده را منع می کنند، زیرا این اشیا به صفحه موبایلتان آسیب می رساند. یک پارچه نرم تکه را با آب و صابون تر کنید. صفحه تلفن را به نرمی با این تکه بمالید. کوشش کنید تا آب از منافذ موبایل وارد آن نشود. زیرا حتما موبایل های ضد آب هم و مرور زمان خاصیت ضد نفوذی آبشان را از دست می دهند. در آخر هم موبایلتان را با یک تکه نرم و ملایم خشک کنید. حتی آب و صابون هم به صورت مؤثر میکروب ها و ویروس ها را از موبایلتان از بین میبرد و ما با این وسیله میتوانیم به میکروب بودن آن را امتحان کنیم. این وسیله توسط تولید واحد های نوری موجودیت میکروب در موبایل را نشان میدهد. به هر اندازه که این واحد ها بیشتر باشد، نشان دهنده میکروب بیشتر در موبایلتان است. ما تمام این موبایل ها و پشت آنها را قبل و بعد از شستن با آب و صابون توسط این وسیله آزمایش کردیم. اگر شما آیفون دارید، شرکت اپل توصیه می کند که از دستمال های مرطوب 70% الکل به خاطر پاک کردن آنها استفاده کنید. این دستمال ها می تواند از فروشگاه های لوازم کامپیوتر و یا به صورت آنلاین خریداری شود. اما متوجه باشید که اگر پس از استفاده هر یک از این طریقه ها وقت دوباره به تلفنتان دست می زنید، باید دوباره تلفنتان را پاک کنید. و در اخیر، همه ما می دانیم که این زمان بسیار حساس و اضطراری در تمام جهان است، اما در کنار آن برخی از فعالیت های دلگرم کننده نیز در جهان وجود دارد، جایی که افراد به یکدیگر کمک می کند. از آن جایی که بسیاری از کشورها اقدامات ویژه را به خاطر مقابله با شیوع ویروس کرونا روی دست گرفتند، مردم در سرتاسر جهان راههای جستجو می کنند که یکدیگر را روحیه بدهند و اندکی بخندند. از بالکن های اروپا صدای موسیقی به گوش می رسد. حتی در قرنطین نیز مردم به ورزش کردن نیاز دارند. از این رو این مربی فیتنس به خانواده هایی که در این محل زندگی می کنند تمرین می دهد. اما مهمتر از همه این که مهربانی در قلب پاسخ همگان است. شادمانی و خوشحالی چهره اضطرار اروپا را تحت تأثیر خود قرار داده است و نامه های همکاری به همسایگان بزرگسال که در قرنطین به سر می برند جهت خریداری ضروریاتشان از فروشگاه ها رد و بدل می شود. اما همگی در قرنطین به سر نمی برد. این دو تن، ادوارد و اینی، لحظات خوشی را در اکواردیومی در شیکاگو سپری کردند. به خاطر نبود هیچ بازدید کننده، آنها توانستند به دل جمع از ساحه بازدید کنند. و با این می رسیم به آخر این قسمت ویژه جهان من و همچنان به پایان فصل اول این برنامه. شما می توانید تمام قسمت های این برنامه را در صفحه یوتیوب تلویزیون آریانا با سایر ویدیوهای جالب و برنامه های دیدنی تماشا کنید. تا درود و بعد، خداحافظ.